خیلی خوش آمدید. بهترین ها، خوبان، امیدواران. من هم خوشحالم که بنده رو به جمع خودتون پذیرفتید، در کنار بهترین ها، در کنار اونهایی که اهل امیدن و با هرچه یأس و ناامیدی است دشمن. بکردم بگم که ما مهمان اوییم یا او مهمان ما، مهمان لطف و صداقتش، مهمان حرفای خوبش، مهمان مهربونی هاش، و حالا ما هستیم و او مهمان کلام زیبا و دلنشینش. استاد عزیزم هلت، به افتخارش. سلام و صدها درود، عرض احترام، اسلام میکنم بشینید. بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله، یه دست خوب برای خودتون بذارید. ماشاءالله ماشاءالله، به این خوش نیفتید. ماشاءالله هزار قلوب الله، بسیار عالی. حالتون چطوره؟ تو اینا قدیمی هست. حالتون چطوره؟ یه کلمه است دیگه، یه پیام به کائنات. نام و یاد خدای مهربون آرام بخش قلب هاست. شاد باشید، قدرتمند باشید، سرسبز باشید، صبور باشید، عالی باشید. وقتی میگید عالی یعنی فرمان میدید به زمین و زمان، من جز حال عالی انتظاری ندارم. یه بار بفرمایید ببینیم چه اتفاقی میفته. حالتون چطوره؟ ماشاءالله به این انرژی. دستو که میکوبی برای چی میکوبی؟ برای که به این کار شرطی بشید. اگر سه هفته مدام کار رو انجام بدید قطعا شرطی خواهید شد و روز 22 عادت خواهید کرد. حالتون چطوره؟ نه قویه. دستو یه نمی بیاد بالا، یه حال اساسی بکنیم با انرژی بره بالا. یکم تکونش بدید، بتابونیدش، نه تا خجالت نکشید. بتابونید یه نمه، همینج کافیه. حرکتش بدید، دستاتون قوی میشه، باور کنید. با شمارش من یک، خیلی چلنگ تخته ای بودا، یک، دو، سه، چهار، نشد، خرابش کردی. یک، با شمارش تمرکز بسیار بالا، این یکی تمرینات تمرکز جهانه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. حالا واقعا هر چی نگاه میکنم میدم آقا هستم. ماشاءالله ماشاءالله. چونم براتون بگه که انشاءالله که شاد باشید، سرسبز باشید. یک سمینار پر از نشاط و انرژی انشاءالله خواهیم داشت اگر همکاری کنیم با من، و انشاءالله امروز چند تا خبر کوچولو خوب هم داریم برای شما عزیزان در مورد پیوند بین مجله موفقیت و انجمن چند قلوها و دو قلوها، که چند تا دو قلوی خوشگلم اومده. من خودم بسیار بسیار حال کردم با چهره هاشون. دعوتشون میکنیم چهره بیان اینجا، یه صفحه شما با چهره هاشون بکنید و به قدرت خدا تبریک بگید به خداوند به خاطر حسنش. واقعا من داشتم فکر میکردم که چرا من دو قلو نشدم. واقعا قربون خودم برم، خدا میدونه هر چی فکر میکنم. اگه من دو قلو بودم الان قلو دیگه اینجا بود واقعا. ولی فکر میکنم که برای سعادت رو نداشتیم، ما عیبی نداره. ان شاءالله در تولد بعدی و تولدهای بعدی یه نفس عمیق بگیرید، سنگوش رو هم بذارید، کف پاتون رو زمین باشه، کمرتون حالت عمودی داشته باشه. اونایی که اهل مراقبه هستن یک مراقبه جانانه امشب داریم. هر چی عشق دارید خواهد ریخ امروز. آماده باشید برای یک سمینار جانانه به اضافه یک مراقبه جذاب. نفس عمیق، ببینید سه تا انگوش رو همه، کمر کاملا عمودی، کف با رو همه، نه کف با رو زمینه. نفس عمیق،
میگن چرا باید کمر عمودی باشه؟ ما میگیم امواج از کائنات به سمت شما هدایت میشه، یه جا گیر میکنه. کجا گیر میکنه؟ درست وقتی شما کمرتون انحراف داره رد میشه، میخوره به بغل اسی، میگه بغل اسی، میگه چیکارش کنم؟ میگه بده بغلی. نفس عمیق بگیرید، چشما رو ببندید، مثل همیشه من مراقبم کسی دست به جیب کسی نزنه، همه رو میبینم، دوربینام داره کنترل میکنه، مراقب باشید. چشما بسته، با آرامش خاطر، همه استرس ها بیرون، نگرانی که چه تیم چه اتفاقی در فوتبال میفته نباشید، یکی یکم تا الان همچنان آرامش داشته باشید. به من گفتن که سمینار همزمان با فوتبال اشکال ایجاد میکنه، گفتم یعنی هزار تا آدم خوشتیپ وجود نداره. نفس عمیق بگیرید، شکم برجسته بشه، از قفس سینه ننه شکم. آفرین بر شما. نفس، دم، بازدم، دم، بازدم. تو دم عشق و تنفس کنید و در بازدم استرس رو بیرون بریزید. تو دم آگاهی رو تنفس کنید و در بازدم منفی ها رو بیرون بریزید. الان هر لحظه حالمون عالی میشه، من تا ده میشمارم، به ده که برسیم هر استرسی از ذهنمون بیرون رفته، با قلدری و قدرت، نشاط و شادابی زندگی تازه رو شروع خواهیم کرد و در کارگاه جدیدمون لذت بیشتری خواهیم برد. یک، دو، قوی میشیم، قدرتمند میشیم. سه، همه استرس ها بیرون میره. چهار، آرامش کامل پیدا میکنیم. پنج، لذت خواهیم برد. شش، آرام میشیم. هفت، به اوج آگاهی و آرامش میرسیم. هشت، نو و ده. چشما رو آروم باز کنید، دستا رو آروم بندازید. چه قلدر شد، حالتون چطوره؟ عزیزان دل، وقتی عالیه میگید یه دستم بکوبید، چه شرطی بشید، امتحان کنید. 21 روز زمان، همه چیز در جهان عادت میشه. اگه 21 روز 5 صبح از خواب بیدار شیم، روز 22 ساعت بیولوژیک عادت میکنه. اگه 21 روز میگید عالی دست رو بکوبید، روز 22 بکوبید عالی میشید. حال تو چطوره؟ اما عزت نفس چه هست؟ اعتماد به نفس چه هست؟ من در یک سی دی که قبلا پر شده و در اختیار گروهی از مردم هست، به دلیل اینکه کیفیت خوبی نداشت، ما سی دی رو جمعش کردیم و تصمیم گرفتم که برنامه دیگه ای داشته باشم. عزیزان داری که اون فیلم رو دیدن، تکنیکایی که تو اون فیلم هست به اضافه تکنیکای جدید، برنامه اعتماد به نفس امروز هست. کاری که ما تو دنیا میخوام انجام بدیم بحث عزت نفس، یعنی چی واقعا؟ چه کسانی در این جهان هستن که قلدر و قدرتمند با عزت نفس بسیار بالا زندگی میکنن؟ مثالی در اون سیدی زدم که بزرگی در جهان میگه اگر پول نداری اهمیت نداره، پارتی نداری مهم نیست، تیپ یا قیافه خوشگلی نداری مهم نیست، و و و و خلاصه همه اینا مهم نیست. اما اگر اعتماد به نفس نداری، این بزرگ متاسفانه خیلی شوک با آدم وارد میکنه، میگه برو بمیر که هیچی نداری، اینقدر تند. من فکر میکردم چرا خواسته اینقدر تلخ حرف بزنه، چرا اینقدر تلخ خواسته حرف بزنه. فکر کردم و دیدم که انگیزه این که با آدم ها شوک وارد کنه. اعتماد به نفس بسیار استراتژیکه. میگه نعمت روی زمین نصیب پررویان، ما پررویان معنای مثبت کلمه، نعمت روی زمین نصیب پررویان است. خون دل میخورد آن کس که حیایی دارد. اینجا حیایی هم به معنای منفی کلمه حساب میکنه، نه معنی مثبتش. یعنی چی؟ ما باید یاد بگیریم حقوقی داریم در این دنیا. علت و علل گرفتاری های مردم ما اینه که خودشونو باور ندارند، قبول نمی کنن. تا قبل از سال 57 من می دیدم که در موجهای منفی بسیاری در مورد خیلی از کالاها داشتیم. مگه می تونه ایرانی یه جاسابون درست کنه؟ مگه ایرانی می تونه نمیدونم یه چیزای خیلی کوچیک؟ این واژه توی زبان بچه ها بود. یواش 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 قوی تر قوی تر قوی تر سفارش 100 میشه به ایران. ایرانی خودشو باور کرده، قبول کرده، باور کرده. این باوره. و شما اگر خودتون رو باور کنید، من ایمان دارم همه چیز تغییر میکنه. اما امروز 10-15-20 تا تکنیک میخوایم به شما بگیم. تکنیک در کارگاهی که داریم امروز
تکنیکا کاملا کاربردیه، کاملا کاربردی. یه تست شخصیت هم داریم از شما که در بین برنامه میگیریم که شما انشاءالله کاملا آماده و بلور اینجا برید بیرون. فقط خواهش میکنم دست به عمل بزنید، خواهش میکنم انجام بدید، یک کاری انجام بدید که دیگران انجام ندادن. اولین بار شما باشید. حالتون چطوره؟ دستا بالا. آلمانی میگیم اینه اسپای درای فیر فونف زک زیمن هاک دانسی. حالا یه تصویر آرمانی. راز اول، یک، من آرمانی خود را روی کاغذ بیاورید. من آرمانی خود را روی کاغذ بیاورید. من میخوام بدونم که من آرمانی شما چیه. میدونید که بزرگی در جهان میگه، در روانشناسی من هم تاکید شده، هرگاه بین من آرمانی و من واقعی فاصله باشه شخص دچار تعارض میشه. من آرمانی دوست داره پزشک باشه، من واقعی یک کارگر ساده است، خیلی فاصله است، دوچار تعارض میشه. من آرمانی دوست داره یه تاجر بین‌المللی باشه، من واقعی دست فروشه، فاصله داره. اما من میخوام بدونم من آرمانی شماها اگه بخواد خلق بشه تو سخت چیه؟ تیپتون، قیافتون، رفتارتون، تحصیلاتتون، ثروتتون چی؟ این من آرمانی چیه؟ خواهش میکنم 30 ثانیه صادقانه فکر کنید روش. فکر کنید که چی میخواید از من آرمانیتون؟ چه چیزی من آرمانی شما رو خلق میکنه؟ دارید فکر میکنید؟ مجسم میکنید که مثلا یک من آرمانی، فرض میگم دلتون میخواد یک خونه داشته باشید از نظر مادی، دلتون میخواد تو جمع به راحتی حرف بزنید، خیلی مهمه. امروز تکنیک های سخنرانی در جمع رو میگم، همونطور که استحضار دارید هلت عضو انجمن بین المللی سخنرانان حرفه‌ای جهان هست. برای من جالب بود که ببینم همتاهای من در گوشه های دنیا چه میکنن. اطلاعاتی که از اونها به دست آوردم برام بسیار بسیار جالب بود و نکاتی که داشتن. 99% سخنرانان حرفه‌ای در دوران کودکی خجالتی بودن. 99%. یکی بگم 99%، من هر چه بررسی کردم دیدم همه اینا دوران کودکیشون ضعیف بودن، در دوران کودکیشون آروم بودن. مثلا فرض قصه آقای آرنولد رو من میخوندم که این بچه فقط به خاطر اینکه بازیش نمیدن تو فوتبال، پاهاش ناراحت بود، نازک بود، ظریف بود و بازیش نمیدادن. این فقط به دلیل اینکه بیاد و بره یک حرکتی رو خودش انجام بده و یه مربیش بهش گفت اگه تو میخوای فوتبالیست بشی باید یه بدنسازی حرفه‌ای کار بکنی، این میره که فقط بیاد فوتبالیست بشه. یواش 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 به قدرت افسانه‌ای و شگفت انگیزی میرسه. خیلی خوشحال از دیدنتون. به قدرت افسانه‌ای و شگفت انگیزی میرسه که امروز شما میبینید که توی 12 آیتم به موفقیت نهایی رسیده. قصه زندگیش اگه مطالعه کنیم، البته ضعفایی هم داره، ولی 12 آیتم مثبت داره. میگن فرماندار کالیفرنیا هست، بله. میگن از نظر سیاسی ثروت نمبر 1، تحصیلات فول. میگن معدود مردی در آمریکا که عاشق خانوادهشه و بدون اذن خانواده حرکت نمیکنه و احترامی قائله که نه، تنها با همون دختری که ده قبل از شهرت ازدواج کرده بود، بعد از شهرت هم همونو داره. ببینید چقدر مهره. یه آدم قدرتمند، اثرگذار. البته گفتم من وقتی بررسی میکنم شخصیتشون رو، یه سری ضعفایی هم داره که با توجه فرهنگ اونجاست، مربوط به ما نیست. اما میخوام ببینیم این آدم در اوج ضعف تبدیل به چی شده. یه اسطوره در بین بچه‌های آمریکا، اتریشیال اصل هست، ولی شما میبینید این جوان رو که امروز به بالاترین قدرت سیاسی رسیده، قصد داره رئیس جمهور بشه. حالا موفق میشه نمیشه نمیدونم. میخوام یه جمله به شما بگم، من آرمانی تو باید خیلی بالا باشه، ضعیف نه. وای بر کسانی که در این جمع به یه جویباری که راضی هستن. این اصلا فاجعه است. اصلا به سمینار ما برای چی اومدن؟ سمینار موفقیت و اعتماد به نفس مال کساییه که عزت نفس دارن،
میخوان صد برابرش کنن، اعتماد به نفس دارن، میخوان اینقدر قلدر بشن که یکی دو نفر رو بکشن. نه نمیشه که بکشن، خیلی میخوان قلدر باشن. حال تو چطوره؟ و واقعا تردید نکنید تو این عالیه، پرتاب کنید با آسمان، عالیه. من در مدت کارم با افراد زیادی روبرو شدم که تیپای شخصی مختلف داشتن. یه نماینده داریم الان در تبریز، پزشک هست، دکتر اکبری. کاشکی فیلمی میگرفتیم از حضور اولی این جوان به مؤسسه موفقیت در آرژانتین. این بچه وقتی اومد، یک جوان محجوب خجالتی فول، شاید راضی نباشه بگم، ولی میگم برای اینکه باز تقویت بشن افراد ببینن که چه شده. امروز یک پزشک عالی قدره که کلامش جادویی شده، خجالت میکشید، میگفت من نمیتونم، حتی فکر میکنم اگه مریض بیاد ممکنه خجالت آب بشم، سوال کنم حال تو چطوره. فکر کنید یه پزشک در این شرایط. امروز جزء پزشکانی که در تبریز برای گرفتن وخزشون سر دست میشکنن. این چیه؟ چه اتفاقی میفته یه جوان تبدیل به چنین اسطوره‌ای میشه؟ فقط تکنولوژی اندیشه و اولین قسمت یه تصویر ذهنی از خیشتن. من خواهش میکنم امشب یه صفحه در مورد خودتون بنویسید، بنویسید همین امشب حداقل یک صفحه آچار در مورد من آرمانی خود خلق کنید. من دیدم بعضیا میگن آقا خیلی فاصله داریم، مثلا میخواد یه من آرمانی حتما خوشتیپه، مینویسه من بدنی خوش فرم و اندامی متناسب دارم. خوب گوش کنید، اون توی که 20 سالم توی 14-15 سال گذشتم سمینار موفقیت اومدی اینجا ظریفه، گوش کنید دارم یه روش جدیدتر میگم. میگه من اندامی متناسب و تیپ خیلی زیبا دارم. بعد میگه علت اصلا نمیتونم قبولش کنم. من میگم برای حل این مشکل بررسی کردم، دیدم خیلی جالبه. یک پژوهشگر گفته اونایی که سختشونه تصویر جدید داشته باشن از خودشون، اول این جمله رو بنویسن، جمله رو بنویسید ظریفه، من میتوانم تصور کنم تیپی، میتوانم تصور کنم تیپی متناسب و خوش فرم دارم و از این تصور لذت میبرم. خب خانم آقایون ببینید چی شد، تصورشه. مثال میزنم، یکی میخواد تصور، میگه من ثروتمندم، میگه علت نمیتونم تصور کنم، نمیتونم باور کنم پولدار بشم. اما این جمله رو بنویسید، از تصور این که ثروتمندم ذوق زدم. میتونید تصور کنید که سختی یا آسونه؟ بگید به من، از تصور این که پاکم عشق میکنم، لذت میبرم. از تصور این که محبوبم به اوج لذت میرسم، به اوج شادابی میرسم. فعلا تصوره. بعد چه اتفاقی میفته؟ بنویسید بعد از تکرار چند باره این جمله تو پرانتز نامحدود، تو پرانتز نامحدود، حالا جمله اصلی را تکرار کنید. خیلی ساده، برگردم به حرف اولا. ببینید دوستان، از تصور این که ثروتمندم خوشحالم، اینی که میشه کار ساده است، همه میتونن قبول کنن. اینقدر اینو تکرار کنید، سلام مادر بزرگ، اینقدر تکرار کنید تا به این نقطه برسید که وقتی میگید من ثروتمندم، احساس بدی بهتون دست نده، مقابله نکنه ذهنتون. حالتون چطوره؟ ببینید ساده و روان، راز اول موفقیت. اگه یادتون باشه در تکنیک‌های موفقیت قبلا میگفتیم مهمترین و بزرگترین راه تصور ذهنیه، فکره. امروز داریم استراتژی اینو مشخص میکنیم، چگونه میشه این فکر مثبت رو عملی کرد. باور بفرمایید جادو میشید. هلت امروز مبهوت گذشتشه، هلت امروز مبهوت تکنولوژی موفقیته. من خودم جادو شدم، من خودم بهت زده هستم که چگونه میشه یادم به قدری سری، به قدری واقعا لذت بخش و فوری به آرمانهاش برسه. شما امتحان کنید. پس یه مدت جملات رو تکرار کنید با این جمله، با پیشوند از تصور این که و پسوند ذوق زده ام، و بعد آروم آروم اینو جزی از زندگیتون کنید. پس من آرمانی میاد تو کاغذ. من آرمانی اینه که من صاحب یه کارخونه هستم، من آرمان اینه که من صاحب چند تا کتابم،
من آرمان اینه که هنرپیشه مشهور و معروفی شدم، محبوبی شدم و و و و. هر چی دلتون میخواد یه صفحه امروز بنویسید. میخوام این یه صفحه ایمان داشته باشید، با یه بشکن بشخواهی رسید. میخوام یه صفحه جزی از زندگیتون بشه. همین در که داشتم وارد میشدم، دختر 14 ساله‌ای که سال گذشته 13 سالش بوده حتما، به سمینار ما اومده، یک نقاشی زیبا برای من خلق کرده که احتمالا منم، حالا خودش هم بغلسی هست، نوشته که شاید از رو خط من بتوانید حس بذارید من چه کسی هستم. شاید هم نتونید، من اسمش رو محفوظ میذاریم، بهاره هستم، یکی از طرفداران مجله شما. در سمینار 19 اسفند درباره آرزو گفتید، برای آرزو چه کار کنیم. من آرزومو نوشتم، بین 4 تا به 3 تاش دست پیدا کردم. از این بابت واقعا خوشحالم. دست براش بزن برای بهاره. به ما مجله رو نگفته، به همراه این نامه یه نقاشی هم تقدیمتون میکنم. این یه مهره بچه ها. من اینقدر تاکید دارم رو کودکان کار بشه، اینقدر من برای معلم ها ارزش قائلم که واقعا جانم برای هر معلمی که در این جمعه میره و واقعا برای فرنگی هامون. یه دست برای هرچی معلمه بزنید اصلا نمیشه. باور بفرمایید. مرسی. باور بفرمایید. میگه از پریدن های رنگ و از تپیدن های دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. باور کنید، باور کنید. چند هفته پیش معلم دوران کودکی مو دیدم که خانم مادر بزرگی بزرگی شده، خیلی زن بزرگ و قدرتمندی بود و دست و پام شروع کرد لرزیدن. جرئت نمیکردم اصلا حرف بزنم. این حس در همه شما قریب یقین وجود داره، این مهر وجود داره و این ارزشه، یک عشق الهیه. فکر کنید یک معلم قدرتمند، یک زن یا مرد قدرتمند که با عشق همه وجود در اختیار بچه‌ها قرار میده، چقدر میتونه تأثیر در زندگی آدم بذاره. حالا همین معلم میاد به ما مهر میده، اعتماد به نفس، به عزت نفس میده. اما همینجا پرانتز باز کنم، دیشب یه مکالمه میکردیم، اشکی من ریختم. مکالمه اینطور بود که خواهر من که ایشون هم آموزگار رفتن اینجا خرید کنن، میگفت بچه کوچیکی رفته توی کلاس اول دبستان، معلم حالا عصبانی بوده هر چی بوده، با خطکش زده به صورت این بچه، یه برش تو صورت این بچه ایجاد کرده. دقت کنید منظوری دارم از این. این بچه دیگه درس نخونه، این پسر بچه هرگز دیگه به مدرسه نرفته، با یک برخورد قهرآمیز و تلخ. من اولش گفتم عشقی که معلم دارم که تو این نشه، خود نکرده به مقام معلم، ولی همین برخورد منفی زندگی این بچه رو عوض کرده. به خواهر من میگه من همه جا که میرفتم گفتم معلمم، همه من احترام میذاشتن، تخفیف میدادن، مهر میدادن، ولی میگفت اینجا معلم، اینجا فروشنده تعامل کرد لحظاتی، سکوت کرد تلخ و بعد قصه رو گفت، اشک ریخ. پدر اشک میریزه. بله، همه ما زندگی ما رو یه بچه هست، با یه جمله، با یه کار کوچیک. من مطمئنم اون معلم عزیز ما معلم بدی نبوده، اونم یه لحظه عصبی شده، ولی ببینید چه اثری میذاره. منظور داشتم میگم رو بچه ها کار کنیم، روی دبستان، روی پیش دبستان، روی راهنمایی، روی دبیرستان. تا این دختر جوان ما 3 تا از آرزوهاشو رسیده به این سرعت، برای اینکه ذهنش آماده تر بوده، نوار خام بوده. حال تو چطوره؟ دومین کلید لیستی از توانایی ها و دستاورد های خود از بد و تولد تا امروز بنویسید. توانایی چه دستاوردها چیه؟ شما تو دنیا میدونید یه سری توانایی تو زندگیتون دارید، یه سری دستاورد دارید. توانایی علت چیه و دستاوردش چیه؟ توانایی همون استعداد. استعداد من بخوام ببینم چی بوده تو زندگیم. مثلا حافظه من فوق‌العاده است. خب دستاوردم چه؟ تونستم کتاب حافظ رو حفظ کنم. این دستاورد. زبان مثلا آلمانی رو فرض کنید در 6 ماه فرا گرفتم. این دلیل دستاورد منه، به دلیل اون استعداد من. زبان مثلا فرانسه رو میتونم در 3 ماه یاد بگیرم. این مربوط به اون حافظه، مربوط به اون پشتکار. استعداد و توانایی یعنی اون چی که ما داریم به ذات. میتونید الان فکر کنید و من از 5 نفر سوال کنم که چه توانایی هایی دارن. ببینید دستاورد کار ندارم ها. مثلا یکی میگه آقا من خیلی
خوش سلیقه. میگم دستاورد چیه؟ میگه خوش تیپه. میتونه یکم شبیه من باشه؟ نداره. و جالب بدونید اینو گفتم یکم شبیه من باشه، یاد لوئیس هی افتادم دوباره. وارد سمینارهای خانم هی میشدید، یک آینه دستتون میدادن، آینه های معمولی، آینه رو میگرفتن، همه آینه رو نگاه میکردن و این جمله رو تکرار میکردن. همه با هم تکرار کنیم: من خودم را همینطور که هستم دوست دارم و تایید میکنم. و جالب بدونید خود خانم هی میگه بیش از 80% شرکت کننده آینه رو میشکوندن، دوست ندارن خودشونو. خیلی از ما صبح که جلوی آینه میستیم میگیم وای اینم شد قیافه، به گوشمون گیر میدیم مثل آینه بغل بنز، بینی خرطوم فیل، سر، چشم، ابرو. آقا این چیه؟ دائم به خودمون گیر میدیم و این گیر ما باعث میشه ضعفامونو ببینن. به خدا امتحان کنه دوستان، زشتی و زیبایی در دنیا نسبی گلای قشنگ ایران زمین. امتحان کن در فای منو. هر کس تصویر خوبی از خودش داشته باشه خود به خود بهتر میشه. خدا گواهه در 20 سال گذشته عکسای منو بررسی کنید، هر سال بهتر از پارسال. مسخره میکنید؟ خب بزنه نه. دست خودم نیست، یعنی من ذوق زده میشم. آقا کیلو کیلو اسپند مصرف میکنیم. بزرگترین مسئله من و اختلاف نظر من بین من و سردبیر مجله موفقیت که مادر امیر والاست اینه که این آینه کثیف میشه بودم. چرا؟ من صاحب میچسبونم. دیشب داشتم خواب میدم زمزمه میکردم، میگم یه بوسه کوچولو تو راست میفرستادم، بعد میگم خدایا یه جایی یه لبی پیدا کنم اینه 5 دقیقه، نه 5 دقیقه طول میکشه، 20 ثانیه روش بذارم. و دیدم بهتر از من نیست، بلاشتم جلو آینه چسبوندم. خب آدم ذوق میکنه. البته آره دیگه چسبوندم، بله. حالتون چطوره؟ من خواهشی که از شما دارم اینه که قربون خودتون برید، خدا گواهه. بدون استثنا عرض میکنم آقا خودشیفتگی میشه؟ والا نه. خودشیفته کسیه که وقتی کسی بهش سلام میده بگه سام، اخ میکنه، تحویل نگیره. شما خودتونو دوست بدارید. آقا اصلا مگه میشه یکی تو دنیا خودشو دوست نداشته باشه؟ نه. آره دیگه، خودش دوست نداشته باشه بعد بگه من شما رو دوست دارم؟ مردم غلط کرده، دروغ میگه، امکان نداره. من اول باید عاشق خودم باشم، به خودم اس ام اس بزنم جواب به خودم ندم، نه بدم جواب، تبریک به خودم بگم. امکان نداره. شما ببینید تو خونه ما چند تا اتکلم من دارم، همه رو خودم برای خودم خریدم. بعضی روزا میگم ای پسر این که از این که داشتی، میگم یادش نبوده. میبینی دفعه 3 تا اتکلم از یه مارک. خود چیه قصه؟ عشق دیگه، عشق به خیشتن، قربون صدقه رفتن، مهرورزی با خود، تو پارک با خود. کدوم یکی از شما خدا وکیلی تو پارک با خودتون قرار میذارید؟ دست بلند کنید. نه از چند نفری که مثل من خلوچل هستن، یه دست براشون بزنید. داری خلوچل ها شده. بعضی اوقات یه شعری با خودم زمزمه میکردم: این خوشگلان ببردن ذره ذره دلم را، یک ذره مونده باقی تا قسمت که باشد. میگن یعنی واقعا شعر رو برای خود میخونی؟ میگم بله، ایبی نداره. بعد خوشگلا کیان؟ خودم. باز میگه اینقدر خودخواه آدم نیدم علت. میگم شروع کن تمرین کردن. خودخواه کسیه، گفتم تحویل نگیره، اخم کنه. خودخواه کسیه که با شما رابطش خوب نباشه. ها تو چطوره؟ دستا بالا ژاپنی میگیم ایچی نی سان چی گو روکو شیچی آچی کوچو. حالا دارم نه. من میخوام بپرسم ببینم چه کسی تو این جمع تواناییش چیه؟ کی میخواد جواب بده؟ دست بلند کنید. هر کی دست بلند میکنه عزت نفسش بیشتره. بفرمایید. تواناییتون
حافظه خوب داره، بزن دستو براش جقله رو، ماشاءالله. بگو بگو بگو، یه نفر دیگه بگه. بگو خانم شما بگو. بله بله بله، ماشین نویس خوب. این توانایی و دستاورده بچه ها، دستاورده. یه چیزی بگی الان. نه خیر، میگم بیشتر از فاجعه، بیشتر از این حرف هاست. بگو عزیزم، چیزایی که وجود نداره اصلا نمیتونه چه بفانه توانه حساب کنه. البته شما خانم ارادت دارم به شما، یه ذره باید داشته باشه که تقویتش کنه. شما بفرمید. خیلی من خوش برخوردم، برخورد میکنم خوشم، آفرین. بگو یک خانم صبور، یه پرستار صبور. شما بگو خانمم، همت تو بلنده. شما بگی خانمم. خیلی خوشبخت، منم خوشبختم. شما بفهمید. عاشق درس خوندنم. وای چه عجب، باری کرده. شما بگو سرم. انرژی مثبت داری پروفسور. بغلی بگو. خوش سلیقه‌ام. شما بگو. دقتم بالا. یه از برای همین گروه بزنید. خب ببینید، اینا تواناییه. حالا این وریا یا این وریا دستاورد بگید. شما چه دستاورد تو زندگیتون دارید؟ چی به دست آوردی؟ بگو خانمم. یه تایپیست ماهره، عالیه. بگو بسرم. به هر چی خواستم رسیدم، چون خوش شانسم. بفرمایید. منم همینطور. چی کردید؟ دوستای خیلی زیاد دارم. خانم شما بگو. دبیر خوبی هستم. شما بگو بسرم. کامپیوتر خوب بازی میکنم. شما بگو. چی؟ آرامش دارم. موهاتم خیلی خوش رنگه. آقا اینام دستاوردها بود. خب حالا یک این وسط یا یکی بگه یه توانایی که دست منجر به دستاورد شده باشه. کی میتونه بگه؟ شما بگو، بلند بگو. بله شما. بچه من چپ چولو هم. به این وری گفتم شما بگو، اون وریه گفت. نه شما، یه دفعه یکی این ور میگه. بگو دوست من. آفرین، ایمان قوی داشتم، رشته قبول شدم. بگو شما بسرم. خلاقیت بالا داری. چی دستاورده چیه؟ داستان خوب می‌نویسی. احسن. یه نفر دیگه هم بگه. بگو بسرم. بزن دستو برای همینا. آفرین 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 آفرین. دسته آقای سیرانی هم درد نکنه، خوش سریقه است، معلومه. خب میخوام چی بگم؟ توانایی دستاورد. من علت توانایی دارم لیست میکنم. بچه ها اولش فکر میکردم که من توانایی زیادی ندارم یا دستاوردهای بالایی نداشتم، ولی وقتی شروع کردم همون 16 دست داره پیش 40-50 مورد در اومد. هر کس تو این جمع هر چی توانایی و دستاوردهای لیست کنه. یه خانم جوان میگه من هیچ چی تو زندگی نداشتم. گفتم یه نمره 20 هم نداشتی؟ گفت بابا شاگرد 12 ام کنکور شده. ببین یادمون میره چه دردی میخوره. این کاربردیش اینه، قبلا هم میگفتی ولی کاربردشو نگفته بودی. این لیست باید مدام مرور بشه. چی میشه؟ قلدر میکنه آدم. این لیست آدمو انرژی میده. من خودم یکی به الان دیگه حفظم، بس تکرار کردم، ولی قبلا به دیوار کمد، به حتی یه دونه به سقف اتاق، یعنی واقعا لذت میبره آدم. به داشته هاش بیشتر از نداشته هاش فکر میکنه. توی ماشین و یکی تو جیبم تو کیفم، همیشه مدام در حال تکرارش بودم. هر دو کم میوردم تکرار میکردم و انرژی میگرفتم. حالتون چطوره؟ بعضی گوشه یا کم میزنن. حالتون چطوره؟ الحمدلله. این لطف خداونده که عالیه. این پس چه کمکی میکنه؟ من خواهش میکنم پسر بچه ها، دختر بچه ها تو مدارس این کارو بکنن. من استدعا میکنم معلم های مدرسه، خانواده هایی که عضو انجمن مدارس هستن، از معلم ها خواهش کنن هرگاه خواستن با بچه حرف بزنن، اول یه دستاوردش بهش بگن، یه توانش. پسر تو که اینقدر فوتبال خوب بازی میکنی، حیف نیست مشق تو کم نوشتی؟ چه انرژی میده. دختر گل من، دختر زیبای من، تو که اینقدر مؤدب و منظمی،
حیف نیستش که مثلا با بغل اسید بد صحبت میکنی؟ یعنی چی؟ 5 تا مهر میدید یک کلمه، نامه میخواید بنویسید، مهرورزی میخواید بکنید، خانم آقا یاد بگیرید، به آدم ها اعتماد به نفس بدید، به خدا قبول میکنن خودشونو، حال میکنن، لذت میبرن. وای بر خانم آقایانی که در این جمع خانم آقای دیگر رو مادر و پدر خطاب کنه. من عرض کردم در دفعه قبلی به شما، سوار ماشین شدم، خانم محترمی خیلی سنش بالا، گفتم مادر من، شما بفهمید جلو بشین راحت باشید. گفت مادر مادرته، مادر خواهرته، تو که شکل بابای منی، من سنم از تو کمتره، چقدر پر رو شدن مردم. من خواهش میکنم اصلا به هیچ کی نگید پدر مادر، حاج آقا، حاج خانوم. حالا یک ماد میشه با یه درجه تخفیف پذیرفت. حاج خانوم، حاج آقا، وقتی مکه اومدن شما کسی رو که نرفته بیام چی سعادتی منجر نشده. یه خانم ارمنی، من چرا بیجم میشه حاج خانوم بفرمایید بابا، نمیش بنده خدا مکه نرفته هیچ وقت، کلمه رو خراب بکنم. خواهش میکنم جز به مادرتون بهش که مادر نگید، خواهش میکنم جز به پدرتون به هیچ که پدر نگید. دقت کنید، حتی مادر خانوم، مادر شوهر، من دیدم مادر شوهری از عروسش متنفر بود. چی شده؟ میگفت کره خر برگشت میگه مادر. گفتم چی بگی؟ خب باید بگه مادر دیگه به شما. گفت نه، اسمم مثلا بگه فرض فاتی جون. فاتی کیه؟ فاتی چی؟ من همچی اسمی تو نشیدم. من خواهش میکنم کلمات مثبت رو بمباران کنید، مهر بدید به دیگران، اثرش رو ببینید. به هیچ وجه آقای جوان، خانم جوان، من اخیرا توی ماشین نشسته بودم، می‌خواستم برم سوار هواپیما بشم، این فاصله ته یه خانمی ایستاده بود، هم نمی‌خواستم بلند شم، خدایش خیلی خسته بودم، هم می‌خواستم جمله بگم مهرآمیز. به خانم گفتم شما اینقدر جوان هستید که من روم نشد بلند شم، ببخشید. حالی کرد، گفت تلفن بده، یعنی بعداً می‌خوام یه مدد روحیه بگیرم. حالتون چطوره؟ چیه یه مهر کوچولوه؟ خانم محترم، خانم جوان، آقای جوان، آقای پشتی، وای بر کسی که یه آقایو دید تخمین سنشو اشتباه زد. آقا نمیتونی 10 سال پایین بذار؟ گفتم از دم عزت نفس آدم، اگه میخوای بگیری بگیر، اگه میخوای خرابش کنی، میخوای داغون کنی یه آدمو، با یه تا اومد بگو وای چقدر خراب شدی شما، کارش تمومه، امتحان کنید آقا. یعنی موج پرتاب، یه نمه میبینی یه ذره موی آقای ریخته، بنده خدا بازم سراغ این موها رفتیم. دیشب خواب دیدم این اتفاق برام افتاده، خیلی ناراحت شدم. آقا جون سن یکم ما جوگندمیه. آقا مو دانشمندا، پزشکا و متخصصین پوست و مو میگن 85% ژنتیکه. در ضمن کجای دنیا کدوم هایلایت، هایلایت میگن دارید شما که سیاسفید تقسیم میکنه مو رو؟ خداوند لطف شامل حالی بنده موهاش خوشگل یه نمه سفید داده توش، این عشقه، حال کنید باش. ها تو چطوره؟ چونم براتون میگه که دومین کلید مون توانایی دستاوردها بود و سومین کلید رو انگار یه سوال میخوام بهمون بگن. ایدل غافل، بله خیلی خوب، خیلی خوبه، چشم، زمانمون کوتاهه. بنویسید کلید سوم، به طور مداوم معیارهایتان را بالا ببرید. به طور مداوم معیارهایتان را بالا ببرید. تکنیک معیارها یکی از فوق تکنیک های بشره. اگه ظرفیت ذهنمون رو بالا ببریم ما نتیجه بهتری میگیریم. من با سیاست گام به گام بسیار موافقم، یعنی قدم به قدم، یعنی نمیخوایم. ببینید مثال میزنم، من همیشه مثال قورباغه برام میچسبه. یه قورباغه زنده رو شما بذارید توی کاسه آب، بذارید بالای گاز، نم نم گرم میشه، میپزه، مشتی خیلی هم خوشمزه، مثلا رانش، و پخته میشه، تکون نمیخوره قورباغه. اما شما یه قورباغه بذارید تو آب جوش، اگه موند هلت هلت نیست، میپره بیرون. یه دفعه شک وارد نکنید. تو مدارس خیلی معلم‌ها دقت دارن روی قضیه. باز من مثال مدرسه‌ای میزنم امروز، عشقم اینه که تأکیدی بیشتر داشته باشم روی قضیه، و دوست دارم که خانم معلم های جمعی کسی که سیدی رو میبینن توجه داشته باشن به این قضیه به خصوص. گام به گام، لحظه به لحظه، مورد به مورد. یه دفعه نمیشه از یه بچه انتظار داشت که معجزه کنه، ولی میشه قدم به قدم،
آروم آروم بردشون. در سوئد و یک کشور دیگه هست که بچه ها از 10 سالگی مدرسه رو شروع میکنن، یا تفکر انتزاعی در یه سن خاص برای بچه ها خلق میشه. ما نمیتونیم یه بچه ای رو یه دفعه انتظار داشته باشیم اینجا بیاد یه نبوغ، نه ابدا. من خودم با آرامش بسیار موافقم، میگم هیچ اتفاقی در دنیا پیش نمیاد که بچه های شما ها همتون یا بچه های ما به مثلا کنکور وارد نشه، دانشگاه وارد نشه، اصلا مهم نیست. هیچ اتفاقی در دنیا پیش نمیاد که اینا مثلا در فلان رشته دانشگاه قبول نشن، هیچ چی پیش نمیاد. مهمترین کاری که معلم ها تو مدارس انجام میدن، بسیار مدارس مهمن، مسئله شخصیت، شعور، آگاهی، مهر و دریافت واقعا زندگی درسته، اخلاق. معلمی که میاد به هر میگه هر کس 20 بگیره من به جایزه میدم، یا مدارسی که این فرنگ 20 بازی و لوس بازی رو انداختن، اینا واقعا ظالمن، به جنایت در حق بچه‌ها میکنن. به روابط عمومی کل اداره ها نامه نوشتم که تو رو خدا دست بردارید هر کی معدل 20 بیاد کار چهره بازی بگیره، هر کی معدل 20 بیاد فلان چیزی بگیره. آخه چه دلیلی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ بچه بیاد به هر قیمتی تقلبم بکنه، دروغم بگه، کلکم بزنه 20 بگیره، یا مادرش یا باباش بعدن کار دست درست کنن 20 بگیره، چه فایده‌ای داره؟ چیکار کنیم پس؟ حس خوبه، نگاه کنید، ما میخوایم این بچه آنست بودن یاد بگیریم، میخوایم بفهمیم معرفت داره، صادق هست، پاک هست، بعدا تو جامعه کی تحویل داده میشه. خانم آقایون، تعارف نداریم، کشور ما همینه، مردم ما همینن، این حاصل چیه؟ اشتباه دیروز، تعارف نداریم. شما ببینید چقدر اشکال تو رفتار ما خودمون وجود داره، چقدر وجود داره تو رفتارمون. چیکار کنیم اینو؟ میخوایم برگردونیم با چی؟ با سیاست گام به گام، تربیت رو بچه‌ها. من میگم معیارتون رو بالا ببرید. چه جوری؟ یه شبه نمیخوام، ولی میخوام همه شما امشب هر کس که کار میکنه نمیکنه بنویسه من درآمدم 2 برابر شد این ماه. یه خانم معلم، یه خانم دکتر، یه خانم خانه‌دار، هر کس میگه آقا درآمد مالی من 2 برابر شد، اونه که هیچی نداره یه مبلغ تعیین کنه، مثلا بنویسه 300,000 تومان درآمد دارم. این چیه؟ معیار مادی بالا میره. یک نویسنده، یک مترجم بگه آقا من در ماه 1 کتاب ترجمه میکنم، چقدر زیباست. بالا بردن معیارها به شرفم، توانایی همه ما فوق تصوره، به قدری که میتونیم 60 کارشناسی و 25 کارشناس ارشد رو در طول زندگی زیر 30 سالمون بگیریم. اما این توانایی محدود شده، ضعیف شده. چرا؟ چرا این باور ضعیف شده؟ چون خودمون خودمون رو قبول نمی‌کنیم، چون جامعه این سرویس به ما نداده. شما نگاه کنید بچه های ما امت شب امتحانی هست، یه شب میخورن میگیرن 15، میگیرن 14، غیر از این خداییش چه دانشگاه چه دبیرستان. اما همین بچه های که منظم روز 1 ساعت بخونه، ببینید چه نروغی پیدا میکنه. حالتون چطوره؟ من از شما چی میخوام؟ معیارهای مادی و معنویتون رو بالا ببرید و بنویسید، و در ادامه هر ماه یا هر فصل آن را 2 برابر کنید. برای 5 دقیقه باز من کار تکنیک 4 بگم بعد خدمتتون هستم. خانم آقایان، به خدا قسم کائنات بیکران سخاوتمنده. این ماییم که کم میگیریم، ماییم که کم میخوایم، ماییم که بدبخت شدیم، ماییم که ضعیف شدیم. خدایا 200,000 تومان به من بده بستمه، واقعا فاجعه است. نکنید این کارو، نکنید این کارو. اینقدر ضعیف روزی نباشید، اینقدر گنجش روزی نباشید. حداقل بچه ها که سمینار من میان نباید زندگی کارمندی فقط زندگیشون باشه. بگی آقا من راضیم، میگم قبول، ولی توانایی تو دست کم حداقل نگیر. مادی میگی راضیم، میگم اب نداره، من سکوت میکنم، ولی میگم تو خیلی چیزا تو میتونی بهتر باشی. میگه آقا من همین حدمه دیگه، بیشتر از این نیست. گفتم اولش، گفتم من یه دفعه نمیخوام آپولو هوا کنیم، گام به گام، قدم به قدم، استپ با استپ. روم 1 شبه ساخته نشد، دقت کنید. 1 تومن 1 تومن جمع میکنید، ثروتی به دست میارید. امتحان کنید حرف منو. یکی از رازهای ثروتمند و توانگری این بود 10% از درآمدتون رو پس انداز کنید. دوباره تاکید میکنم خانم آقایون که امروز شروع نکرد، امروز شروع کنید. 10% پس انداز کنید، ببینید چه قیامتی میشه. شما که 200 تومن حقوق میگیرید،
صداشو تو من خرج کنی، 20 تومن مال کیه؟ مال خودتونه. ببینید چه پسنداز معجزه آسای جمع خواهید کرد. برگردن معیارها رو بالا میبریم، توانایی بالا میبریم تو تمام کارها، تو تمام زندگی، تو حافظه فوق العاده. خانمایی که سنتون بالا رفت، آقایی که سنتون بابا ثابت شده هر چی حافظه بالا بره یادگیری بیشتر میشه، هر چی سن بالا بره حافظه بیشتر میشه، ثابت شده بایت حافظه بیشتر میشه، ظرف حافظه بزرگتر میشه. من چی میخوام از شما؟ همین امشب معیاراتون رو بالا ببرید. خانم آقایی که کم خرج میکنید، اونایی که میترسیدید خمس هزینه کنید با این سمینار، اونایی که پول بلیت این سمینار رو دادن، اونایی که این سی دی رو خریدن برای تماشا میکنن، اونایی که به قیمت واقعی خودش خریدن، اونا ثروتمندتر از بقیه هست. میگه چرا این نچره میگیرید؟ به خاطر اینکه برای خودش ارزش قائل بوده، پول داده، وجهی داده، میگه آقا من میارز زندگیم که مثلا یه وجهی بدم بیام تو سمینار. ما در ایران محدودیت داریم، وگرنه قیمت این کارگاه دو ساعته حداقل 100 هزار تومان باید باشه. میخواد اضافهش کنی؟ بله، دستم زدم بذارید دستو. قبوله، جلسه تو بعدی. بقیه‌اش بدم میدن میگیر ازتون. نه قیمت مادی ها. پسر افغانی که در دورهای سرویس من شرکت کرد، یه کارگاه سرویس ما داریم. خیلی به ندرت تشکیل میشه، متأسفانه نمیدونم چرا. قرار بود که دو هفته دیگه تشکیل بشه، دلیل زمان مشکل جاتون ان شاء الله حتما، ولی برگزار می‌کنیم قبل از این ان شاء الله. یه دوره سرویس داریم. شارژش مثلا 200 هزار تومان فرض کن اون زمان بود، حالا میگم بیشترش کردم. یه پسر افغانی شرکت کرد. روز سوم تموم شد، کفش دوز بود. توی کفاشی بزرگ کار میکرد. گفت هلت. بعد از که دو سه ماه بعدش گذشت، گفت هلت خدا هر چی میخوای بده. با همون لحجه زیبای افغانیش گفت من وقتی 200 هزار تومان برای سه روز دادم، دیدم من با 150 تومان حقوق، یعنی حقوق یه ماه خورده ایمو دادم برای این دوره، فکر کردم باید خیلی توانایی بالاتر از این حرفو بشه. امروز درآمدم ما 500 تومان. ببینید چه جوری میکشه بالا آدم معیارش. کائنات بیکران سخاوتمنده، کم نخواهید. حال تو چطوره؟ من چهارمی کلید و فقط توضیح کوچولوشو میدم، میخوام یه فرصت به شما بدیم که از نمایشگاه محصولاتمون دیدن کنید. اما چهارمی کلید ما ساده تر از همه این هاست. بنویسید آگاهی و توانایی های خود را بالا ببرید. من مدت ها معلم بودم، در مدارس خوب کشورمون معلم بودم، افتخارم الان معلمی، یعنی لذت میبرم از این کار. عشقم بازی کردن با ریاضی بود، شعارم این بود ریاضی ریاضی بود و بریم به بازی. مهدی میرسلیم که اینجوری نشسته امروز ردیف اول سمینار نشسته، در کلاس اول راهنمایی شاید 20 سال پیش شاگرد من بوده، امروز برای خودش یک پسر موجهیه، پسر با شخصیتیه، پدرش از زحمتکشای نظامه، جزء پاکترین مسئولینه و این جوون اینجاست. میدونه ما عشق بازی میکردیم با کتاب ها، بازی میکردیم و خلاقانه. اما من تو کلاس ها چیکار میکردم؟ بعضی بچه ها ضعیف بودن، تو ریاضی ضعیف بودن، ولی من معلم هایی که فهمیدم مثلا یکیشون نقاشیش فوق العاده است، بهش میگفتم هنرمند بزرگ بوده بیا پای صحنه، بچه های همه وجودش عشق میشد، میومد پای صحنه و چه کار که نمیکرد. یادش بخیر میثم ولایتی، بچه های زیادی بودن، بچه های کوچولو تا بزرگ، حالا دیگه اسنایرم بازم بگذارید، بچه‌ای که شاگردای ممتاز بودن، نخبه بودن، بچه‌ای هم داشتیم که ضعیف بودن تو درس ریاضی. من میدونستم مثلا اینا انگلیسی فوق العاده است، بعضی وقت به انگلیسی باشون حرف می‌زدم بعد میگفتم تو فوق العاده است لهجه‌ت، اصلا توی گرایش دیگه یه چیزی که او دوست داشت توش اونو تقویت می‌کردم که بفهمه چیه، اعتماد به نفس بالا بره. به شما چی میگم خانم آقای؟ یکی رو بچه‌ها، هر چی که این بچه‌های ما یاد بگیرن به بالا بردن عزت نفسشون کمک میکنه. من از مادرها به درای جمع میخوام آگاهی و آموزش دادن گام به گام ذره ذره رو به بچه‌ها فراموش نکنم، هیچ اشکالی نداره، با اینکه ممکنه ضعفای خود منم توی قضیه داشته باشم، ولی میگم ایمان داشته باشیم از بچه‌ها تا خودمون، هر چی بیشتر بدونیم عزت نفسمون بالاتره. وقتی دارن در مورد یه کتابی صحبت میکنن، یه دفعه یه دختر 12 ساله دستش بلند میکنه میگه اما نویسنده اینجا اشتباه کرده، میمونن این دیگه کیه؟ یه دختر 12 ساله کتاب رو. مردم جهان بدانید و آگاه باشید. نه، کاشکی این حرفای منو هیچ کس ترجمه نکنه، به هیچ جای دنیا نگه که ایرانی ها در سال 3 دقیقه کتاب میخونن. کاشکی هیچ کس نفهمه. نه میدونم متاسفانه.
میدونن آمار کتابای ما 5000 تاست. با خانم نفیسه متکف مترجم توانای کشورمون هم چند روز پیش صحبت میکردن، میگفت وای 1,000,000 تیراژ کجا، 3,000 جلد کجا؟ بابا این همه کتاب خوب گوش میکنیم و میگیم عالیه، ولی قطع میکنیم. من دوباره تاکید میکنم این کتاب معجزه های آبو بگیرید تماشا کنید، مقدمه من نوشتم تو این کتاب، همون مقدمه رو بگیرید که پول کتابو دادید، بقیه‌اش دیگه مجانی میشه. چی از شما میخوام خانم آقایون؟ بعضی از ما سمعی هستیم، شنیداری، بعضیا دیداری، بعضی لمسی. خواهش میکنم اونایی که حوصله خوندن ندارن، بابا سی دی بگیر تماشا کن، نترس، هیچ اتفاقی نمیفته. مطمئن باش اگه پیاده هم تا خونه امشب بری، بزرگترین نعمت خداوند رو دریافت کردی. اگه آقا همه حضرات دادی، محصول خریدی، کتاب خریدی، سی دی خریدی، من خدا گواه به خاطر مسئله مالی چه میگم. بارها عرض کردم، دوباره تک 4-5 سال پیش خودم از نظر مالی بازنشسته کردم، ولی لذت برم وقتی که میفهمم یه خانمی 10 تا سی دی خریده، تمام سی دی ها رو گرفته، کتاب ها رو گرفته، به مرور تو برنامه‌های زندگیش داره. شما که تلویزیون رو قطع نمی‌کنید، فیلم‌های تلویزیون رو قطع نمی‌کنید، دائم با تلویزیونید، آقا این دفعه یه فیلم موفقیت بذار ببین چه اتفاقی می‌افته. به من هی مدام میگه اگه 2 دقیقه بگم من بالا می‌زنم پایین. هارتو چطوره؟ مالتون چطوره؟ مثل گلای شکماتون؟ پس یه دست بزن ماشاءالله. گرد بودن، تکنیک گرد بودن رو فرا بگیر. بچه ها در وردش های رزمی ما وردش های مختلفی داریم. هلت شما لطف خدا شامل حال شده، خدا خیلی کمکش کرده، تیم قوی و قدرتمندی رو داره، همسرش سردبیر، رئیس تیم موفقیتش داداششه و مجله رو دارن اداره میکنن. هلت فراغت حاصل کرده. من میدونم آرزوی خیلی از شما اینه که فراغت حاصل کنید، بتونید به اون چیزایی که دوست دارید بپردازید. منم الحمدلله این کار انجام شد برای خودم و داره انجام میشه. یعنی من بیشتر اوقاتمو به یادگیری و آگاهی میپردازم، دریافت اطلاعات. از جمله تکنیک گرد بودن بسیار روش فوق‌العاده‌ایه. روش گرد بودن روشی برای یک ورزش‌های رزمی که میگه هیچ مانعی به شما نخواهد خورد اگه شما گرد باشید. شما دایره در ذهنتون مجسم کنید، یه دایره رو حرکت بدید، میتونید تو خونه امتحان کنید. یک مقوای دایره درست کنید و اینو با فرفره تابش بدید، هر مانعی به طرفش پرتاب کنید، این مانع به دایره که میخوره پرتاب میشه به یه گوشه دیگه. امتحان کنید، تو ذهنتون میتونید مجسم کنید، خیلی ساده است. گرد بودن یعنی همین. گرد بودن یعنی نیست که اینقدر بخوریم توپلی بشیم، گرد و قلمبه بشیم، قلقل بادون بشیم که چقدر باحال میشه آدم. واقعا این توپلا خوشگلن انصافا، ولی چیه مشکل دارن تفلک، خود نفسشون کمه، خود مشکلات، یعنی واقعا اذیت میشن. یه خبر خوب دیگه بدم، یکی از رویاهای دیگه من این هستش که انشالله به لطف خدا بدون حرف پیش اگه کسی با من مشارکت بکنه، در تمام دنیا ما مراکزی داریم برای مثلا بیمارستان یا مرکز درمانی فقط برای وزن کم کردن آدم ها یا برای ترک مواد مخدر اعتیاد. ما تو ایران نداریم چنین مرکز تخصصی رو. اگر خانم یا آقای علاقمندی تو این زمینه با من همکاری کنه، مادی و معنوی فضایی داشته باشیم، من این کارو میکنم. روشای بسیار زیبایی فرا گرفتم که انشالله وزن آدم ها رو بتونیم پایین بیاریم و واقعا اینا نباید تو بیمارستان باشن تفلک ها که، ولی میتونن تحت رژیم خاصی درمان بشن و وزنشون رو پایین بیارن. به هر حال بگذاریم، داشتم گرد بودن یاد میگفتم. گرد بودن یعنی که ما هیچ مانعی نذاریم به دلمون بشینه، هیچ زخمی نباید تو جهان اثر منفی رو شما بذاره. گرد بودن یعنی که انقدر قلدر و قدرتمند باشید اجازه ندید هیچ موج منفی شما حالتون رو خراب بکنه. با تکنیک ایست، با تکنیک بعدی، با تکنیک کشکش. اونا که این مفاهیم رو نمیفهمن سی دی دیدار با سرنوشت یک رو ببینن حتما متوجه میشن. موج منفی میاد، ایست، ایست یعنی نیا، استاپ، یا اگه اومدی بعدی موج بعدی تو بیا، یا با اون کشکشه بهش ضربان بزن. از همه مهمتر بچه ها، من جنبیش یه خانومی با شوهرش دعوا شده بود، زده بود موبایلش رو شکونده بود،
بهش گفتم که خانم مهم نیستش که تو در چه زمان و چه لحظه‌ای چه روحیه‌ای داری. اگه تو میگی الان خوبی، ولی اگه تو عصبانیت خودتو کنترل نکنی که برنده نیستی که. مهم اینه که آدم تو اون لحظه میگه من 20 سال رانندم، راننده مهم نی. 20 سال رانندگی ارزش نداره، اون ارزش داره که تو یه صحنه تو بتونی گریز بزنی، بتونی فرار کنی از حادثه. زندگی هم همینه. یه آقا و خانم که ادعا میکنن من مثلا خیلی عالی هم زندگی، نه. اگر یه مرد عصبی داشتی، اگر یه زن عصبی داشتی و تو یه لحظه بحران تونستی کوتاه بیای آروم بشه بحثو تمام کنی، اون مهمه. نه اینکه تو دائم در تنش، دائم در استرس و دائم تو درگیری و درگیری تو، درگیری که غیر قابل تحمله. من خواهشی که از خانم آقای میکنم گرد بودن یاد بگیرن. من انشاءالله به لطف خدا بدون حرف پیش، ما این سمینارمون بعد از این سمینار، سمینار بزرگی داریم به نام 7 مسیر معنوی به سوی موفقیت. اسمشو وام گرفتیم از یکی از کتابایی که خانم متکف ترجمه کرده، ولی 7 تا مسیر معنویه که بسیار زیباست. به جای سمینار گفتگو با خدا، این سمینار یکی از جذابترین سمینارهای جهان خواهد بود. من ایمان دارم که قلبم گواهی میده که مردم علاقمندی خودشون رو به این سمینار نشون خواهند داد و این سمینار شاید نقطه عطف کارگاه باشه. از اون به بعد من میخوام روش‌های مؤثر و مثبتی رو به صورت کارگاه زنده در بیارم. یه خود سرعت کارگاه رو بالا ببریم، حداقل ماهی یه برنامه داشته باشیم که بتونیم ان شاءالله خدمت به این وسیله بکنیم. فعلا من میگم این 3 تا گامو برای گرد بودن بردارید. الف، برای گرد بودن الف. برای تکنیک گرد بودن رو فرا بگیرید الف. در برخورد با موانع و مشکلات قدرتمند باشید تا اتفاقات تلخ به گوشه‌ای پرتاب شود. ب تکنیک سراب دریایی را در بچه ها و خودتان آنقدر کار کنید تا قوی شوید. سراب دریایی چیه؟ در سیدی ارتباط نفوذ یه مقدار توضیح دادم مفصل، ولی همینقدر میگم سراب دریایی یعنی که هر چی بهت فوش دادن، هر چی بهت متلک گفتن، هر چی مسخرت کردن، با یه جمله پرتاب کن بدون که ناراحت بشی. مثلا میگه یارو تو چقدر گنده ای، جوابش چیه؟ میدونه اینا بیسکویت مادر خورده. یک جمله ساده است. عصبانی نباید بشی، مسخره هم نباید بکنی. یک کلمه کوچیک میگه پرتابش میکنی یه طرف دیگه. من دیدم الان مثلا بچه‌هایی که عاطفی ان، قلیان احساسات دارن، بچه‌هایی که معمولا عزت نفسشون هم پایین باید باشه. مثلا من در بعضی موارد الان در پسر خودم اینو میبینم، بهش میگی چرا این کارو کردی، میذاره زیر گریه. ما دیدیم در بچه‌ها اینو باید چیکار کنیم، اینو اینقدر باید روش کار بشه، اینقدر باید مثلا بیا تو فضا 20 نفر مسخرهش کنن عادی بشه براش. یعنی تو قبل از اینکه در یه بحران قرار بگیره باید تو تمرین این کار انجام بشه، چه البته گفتم زمان داره، یه چند ماهی طول میکشه ولی خوب میشه. من دیدم بعضی خانم آقای حتی بزرگسال هم هستن الان بهش جمله میگه گریه میکنن. چیکار باید بکنیم؟ باید با عشق، با مهر، باید تمرین کنیم با اینها، باید اینا جسور بشن، باید گستاختر بشن. تمرینات کوچیک کوچیک باید اینا در کوران زندگی آب دیده بشن. پولاد هنگامی آب دیده میشه که در کوره ذوب بشه در آب سرد. هر چقدر بیشتر این کار تکرار بشه پولاد محکمتر میشه. شما خانم آقایون اگه دید بچه‌تون اینطوری یا خودتون زود از یه چیزی ناراحت میشید، باید مخصوصا تو دوستاتون این بازی رو انجام بدید. بگید بچه‌ها شما منو مسخره کنین، متلک بهم بگید، موج منفی بدید. مثلا یه دوستی بود، خانم بود، قدش کوتاه بود، از حد استاندارد خیلی پایین‌تر بود، همش مسخرهش می‌کردن. گفتم هر کی دفعه گفت که چرا قد تو کوتاه است، یا مثلا چقدر کوچولی، بگو جنس ایرانی آب میره. تموم. یعنی واقعا با همین جمله روی همه رو کم کرده. یعنی ما میخواییم خلسلا کنیم طرف مقابلو. باید با تکنیک سراب دریایی. تو ژاپن مدارس ژاپنی جالبن. من که میگم بعضن الان ژاپن بچه ها 9 سالگی مدرسه میرن، اما زیر 9 سال چیم مهارت های زندگی فقط یاد میگیرن. 2 سال این بچه‌ها بازی می‌کنن. یه سال بازی‌هاش جالبه، یه سال بازی‌هاش ان شاءالله اجرا خواهیم کرد در یک طرح تربیت نابغه‌مون و سمیناری که برای خانواده‌ها و برای بچه‌ها می‌خوایم بذاریم.
مثلا بچه دونه دونه میاد پای تابلو، 20 نفر بقیه شروع میکنه اینو مسخره کردن و این بچه باید عصبایی نشه، اکوره در نره و فقط چیکار کنه؟ با خنده و شوخی جواب اینا رو بده. خب این بچه دیگه آبیده میشه، حالا بیا تو شهر هر چی میخوان مچلش کنن، هر چی بخوان ازش کنن، دیگه قلور شده، آبدیده شده اصطلاحا. حالتون چطوره؟